واکنش وزیر تجارت و صنعت بر گزارش کابل نیوز. وزارت تحصیلات عالی میگوید که اسناد تحصیلی وزیر تجارت به آنها نرسیده است. برای ارزیابی اسناد تحصیلی جناب وزیر صاحب ما مکتوب دادیم به وزارت دولت در امور پارلمانی که تمام اسناد پیش زمینه های ارزیابی اسناد برای ما روان کنند که تا فعلا مواصلت نکرده. واکنش پلیس جرگه در برابر عملیات شبانه. پلیس جرگه میگوید که مسئولان حکومتی باید در مورد عملیات شبانه وضاحت بدهند. از رئیس صاحب جمهور پرسان کنند که این صلاحیت تو است یا این ملک به دست خارجی است. این قطعه صفر یک یک بارش نیست. در ننگرهار اینما تو مردم شهید کرد، در لوگر شهید کرد، در کابل. و نخستین اقدام ایران برای انتقام گیری کشته شدن قاسم سلیمانی. تهران بر پایگاه های نظامیان آمریکایی در عراق حملات راکتی انجام داده است. به نام خدا. سلام، به خبرهای این ساعت از کابل نیوز با من امید دولزه خوش آمدید. مشروع خبرها. وزارت تحصیلات عالی میگوید تا اکنون اسناد وزیر تجارت و صنعت به آنان نرسیده است. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید که 3 ماه پیش طی مکتوب از وزارت دولت در امور پارلمانی خواسته بودند تا اسناد تحصیلی اجمل احمدی وزیر تجارت و صنعت را در اختیار آنان قرار بدهد، اما تا اکنون هیچ گونه اسناد وی به آنان نرسیده است. در همین حال وزارت دولت در امور پارلمانی میگوید که آنان نیز با ارسال 2 مکتوب اسناد تحصیلی سرپرست وزارت تجارت و صنعت را خواستند، اما تا اکنون به دست نیاوردند. اما اجمل احمدی وزیر تجارت و صنعت در واکنش به گزارش کابل نیوز بر صفحه تویترش اسناد 2 ماستری در بخش تجارت و اداره عامه از پوهنتون هاروارد را نشر کرده است. وزارت های دولت در امور پارلمانی و تحصیلات عالی میگویند که اسناد تحصیلی وزیر صنعت و تجارت با آنان مواصلت نکرده است. دیروز کابل نیوز گزارشی را منتشر کرده بود مبنی بر این که اسناد اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت به وزارت تحصیلات عالی نرسیده است. وزارت تحصیلات عالی میگوید آنان 3 ماه پیش به تاریخ 10 میزان از طریق 1 مکتوب از وزارت دولت در امور پارلمانی خواستند تا اسناد اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت را به هدف ارزیابی به آنان بسپارند، اما پس از حدود 3 ماه نیز اسناد اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت با آنان نرسیده است. برای ارزیابی اسناد تحصیلی جناب وزیر صاحب ما مکتوب دادیم به وزارت دولت در امور پارلمانی که تمام اسناد پیش زمینه های ارزیابی اسناد بر ما روان کنند که تا فعلا مواصلت نکرد. در وقت مواصلت کرد ما اسنادشان ارزیابی میکنیم. در این حال وزارت دولت در امور پارلمانی میگوید که آنان نیز به گونه مکرر از طریق 2 مکتوب خواستار اسناد وزیر صنعت و تجارت شدند، اما وی تنها سند ماستری و تذکره را در اختیار آنان قرار داده است، اما لیسانس و اسناد دیگر زمینه‌ای را به آنان ارسال نکرده است. وزارت دولت در امور پارلمانی تا 2 نامه جداگانه رسمی اسناد تعلیمی، تحصیلی، بیوگرافی، فرم تاییدی تابعیت، کپی تذکره، کپی پاسپورت و سایر اسناد ضروری موصوف را جهت طی مراحل بعدی مطالبه نموده، اما الی اکنون فقط 1 کپی سند ماستری و 1 کپی تذکره تابعیت ایشان به این اداره مواصلت ورزیده و باقی مانده اسناد موصوف تا هنوز به وزارت دولت در امور پارلمانی نرسیده. وزیر صنعت و تجارت حاضر به گفتگو با کابل نیوز نشد، اما وی در صفحه تویترش در مورد گزارش روز سه‌شنبه کابل نیوز واکنش نشان داده و نوشته است که وی از پوهنتون هاروارد 2 ماستری دارد. وی تنها اسناد 2 دوره ماستریش را از پوهنتون هاروارد منتشر کرده است، اما از لیسانس و اسناد دیگر زمینه‌ای یادآوری نکرده است. وزیر صنعت و تجارت در حال به گزارش کابل نیوز واکنش نشان می‌دهد که روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت تجارت و صنعت پذیرفت که تاکنون اسناد تحصیلی اجمل احمدی به اداره های مربوطه سپرده نشده است، اما میگوید که احمدی در خارج تحصیل کرده اما اسنادش تاکنون مراحل قانونی را طی نکرده است. رئیس جمهور غنی عصر روز چهارشنبه با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو صحبت تلفنی کرده است. استولتنبرگ در این تماس گفته است که به هدف مدیریت رویدادهای با وجود آمده در منطقه نتوانست امروز به کابل سفر کند.
و در یک زمان مناسب این سفرش را انجام خواهد داد. هر دو طرف بر ادامه تعهد همکاری ها برای حمایت نیروهای امنیتی افغانستان، حمایت از پروسه صلح و نابودی پناهگاه های تروریسم صحبت کردند. این در حال است که قرار بود ینس استولتنبرگ امروز به کابل سفر کند. مشاور امنیت ملی، رئیس جمهور و رئیس عمومی امنیت ملی باید در مورد عملیات خودسرانه نیروهای خاص وضاحت بدهند. اعضای ولسی جرگه میگویند که مشاور امنیت ملی و رئیس عمومی امنیت ملی باید به تالار این جرگه فرا خوانده شوند تا وضاحت بدهند که رهبری عملیات این نیروها در دست رئیس جمهور است یا خارجی ها. در همین حال وکیلان میگویند که گراف ناامنی ها، رویدادهای دزدی و اختطاف در بیشتر بخش های کشور بلند رفته است و مسئولان امنیتی در جلوگیری و مهاران ناکام ماندند. پلیسی جرگه در مورد عملیات صورت گرفته شبانه در پایتخت کابل و برخی ولایات دیگر واکنش شدید نشان دادند. اعضای این جرگه میگویند مشاور امنیت ملی، رئیس جمهور و رئیس عمومی امنیت ملی باید به جرگه استجواب شوند و در مورد عملیات اخیر شبانه که عامل کشته شدن چند تن شد وضاحت دهند که آیا این عملیات به صلاحیت رئیس جمهور و یا خارجی ها راه اندازی می شود. خواهش ما شما است که رئیس شورای امنیت ملی را بخواین، رئیس امنیت را بخواین، این رسما از رئیس صاحب جمهور پرسان کنن که این صلاحیت تو است یا این ملک به دست خارجی است. این قطعه صفر یک بارش نیست. در ننگرهار اینما تو مردم شهید کرد، در لوگر شهید کرد، در کابل، در چند در خود شهر کابل که پایتخت است، در حوزه 21 مردم شهید کرد، در حوزه 15 مردم شهید کرد، در ولسوالی بگرامی مردم شهید کرد. آخر از این ملک چی جور میکنه؟ یکی شاو میرن بالای خانه ازی در پالوزی چندین انسان های بیگونای دیگه در اینجا از بین میره، این مسئولیت بدون شکی است. رئیس ولسی جرگه نیز تاکید میکند که مسئولان در مورد موضوع کشته شدن عمر ستار کماندان پیشین حزب جمعیت در پایتخت کابل پاسخ دهند و به گفتهش بررسی این موضوع کار بالاتر از صلاحیت کمیسیون است. برتباط بعض از ارگان ها که بالاتر از قانون عمل میکنند که ما شما نتیجه دو شب پیش شانه دیدیم که در خیرخانه عملی که بالای قماندان صاحب ستار صورت گرفت واقعا کار فراتر از قانون است و مسئولین در این مورد باید پاسخگو باشند. کمیسیون امنیت داخلی موضوع را جدی بررسی بکنند. وکلا در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه علاوه بر وضعیت امنیتی ولایات کابل، بلخ، ننگرهار و هلمند، بلند رفتن گراف دزدی های مسلحانه، رویدادهای اختطاف و جرایم جنایی را قابل نگرانی خواندند. آنان میگویند که مسئولان امنیتی نه تنها در مهار وضعیت و جلوگیری از جرایم ناکامند، بلکه در فساد نیز دخیل میباشند. کماندان امنیت هلمند در په ډیرو جرمو کې لاس ده، یعنی په 100% کې 80% په دغه جرایمو کې د لاس ده. د ولسوالۍ قومندانۍ په پیسو باندې خرڅیږي، اره ولسوالۍ قومندان چې مقرروي یا یې استکوي لغه پیسې اخلي. وزیر داخله با قومندان امنی کابل و قومندان امنی ننګرهار در تالار خواسته شوه اگر میتونن از ودی امنیت افغانستان برآمده میتونن، خوب در غیر از او بسیار با شرفانانه استعفای خود بده. یو خوا د مخالفینو فشار په کارمند زیات شوی، بل خوانه په داخل د ښکار کې تباهکار ډلې دي چې د خلکو په زورونه او رټولو کې لاس لري. اعضای ولسی جرگه در هنگام شرایط شکننده سیاسی و امنیتی داخلی، وضعیت بحرانی میان ایران و امریکا و تاثیر نگوار جنگ احتمالی این دو کشور را به ضرر افغانستان می‌دانند. وزیر خارجه امریکا میگوید که ایران در برابر روند صلح افغانستان مشکلات ایجاد می‌کند. مایک پامپیو که به یک نشست خبری در واشنگتن سخنرانی می‌کرد گفت که ایران با گروه‌های مسلح در افغانستان روابط دارد و عملاً تلاش می‌کند که گفتگوهای صلح افغانستان را سبوتاژ کند. مایک پامپیو می‌گوید که تهران به هدف صلح افغانستان با اجماع منطقوی مخالف است و نمی‌خواهد که این پروسه موفق شود.
پس از ایجاد تنش‌ها میان آمریکا و ایران در منطقه، چالش‌های تازه در برابر پروسه صلح افغانستان رو به افزایش است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که تهران در برابر پروسه صلح افغانستان مشکلات ایجاد می‌کند و نمی‌گذارد که این پروسه موفقانه انجام شود. مایک پامپیو هنگام سخنرانی به یک نشست خبری در واشنگتن گفت ایران با جنگجویان فعال در افغانستان رابطه دارد و تلاش می‌کند که پروسه صلح را برهم زند. بیشتر مردم در جهان عرب در رابطه با شبکه‌های نیابتی ایران آگاهی دارند، اما رژیم این کشور با طالبان و گروه مرتبط با آن مانند شبکه حقانی و گروه ملا دادالله رابطه دارد. جدایی ذات البینی طالبان و این کار نادرست ایران به پروسه صلح افغانستان ضرر وارد خواهد کرد. ایران از اجماع منطقوی صلح افغانستان سرپیچی کرد و امروز نیز آنجا برای ادامه منافع خود پروسه صلح را متضرر می‌سازد. اعضای ولسجرگه نیز تحولات تازه منطقه را بر پروسه صلح افغانستان بی اثر نمی خوانند، اما می گویند که ایالات متحده باید موضوع صلح افغانستان را با ایران ربط ندهد. آنان می گویند که ایالات متحده و ایران باید مشکلات ذات البینیشان را حل کنند و افغانستان را به این بحران نکشاند. از گفته های وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا چنین برمی آمد که به فکر بهانه جویی با کشور جمهوری اسلامی ایران هست و جمهوری اسلامی ایران هم 13 هدف مورد نظر برای خود برای حمله بر منافع آمریکا تعیین کرده. در اینجا چی خواهد بگذره؟ هر چیزی، هر تنشی که به وجود بیاید در سطح منطقه، اولین کشوری که قربانی شود متاسفانه که افغانستان هست. مسئله سلیمانی که کشته شده، او در افغانستان کشته نشده، او به عراق کشته شده. هیچ قدرت نمیتونه که منافع مردم افغانستان در خطر بندازه. وزیر امور خارجه آمریکا در حال ایران را به ایجاد موانع در برابر پروسه صلح افغانستان متهم می‌کند که از چند هفته به این سو مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان به تأخیر انداخته شده است. عبدالستار میرزکوال والی کنر می‌گوید که 1200 داعش مسلح در چند ولسوالی این ولایت فعالیت می‌کنند. با گفته وی در میان این افراد عرب‌ها، پنجابی‌ها، بنگلادشی‌ها، باشندگان آسیای میانه و همچنان ایرانی ها شاملند. میرزکوال میگوید که این افراد در ولسوالی های نرنگ، نورگل، سوکی و چپدره فعالیت میکنند. مقام های امنیتی ولایت کنر میگویند که برخی از اعضای گروه داعش را در چند روز اخیر گرفتار کردند و بیشتر آنان اتباع کشورهای همسایه به خصوص پاکستانند. در حال گزارش ها از فعالیت گروه داعش در ولایت کنر نشر می شود که از شکست این گروه در ولایت ننگرهار خبر داده شده بود، اما نگرانی وجود دارد که ممکن این گروه در ولایت های نورستان و کنر فعالیت داشته باشند. امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان باید سبب پایان جنگ در کشور شود. جریان سیاسی موج تحول میگوید که ممکن توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان تا چند روز آینده امضا شود، اما همزمان با امضای این توافقنامه باید آتش بس اعلام و مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. این جریان سیاسی میگوید که مسئله آتش بس مانع بزرگ فراراه امضای توافقنامه صلح است و طالبان باید در این بخش حسن نیت نشان دهند. در سلسله امیدواری ها برای امضای توافقنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده، جریان موج تحول افغانستان میگوید که توافقنامه صلح باید با برخی تضمین ها توأم باشد. این جریان سیاسی به رهبری فوزیه کوفی میگوید امیدوار است که امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان سبب آتش بس سرتاسری در افغانستان و ثبات سیاسی در منطقه شود. امیدواری بر این است که توافق صلح میان آمریکا و طالبان تا چند روز دیگر به امضا برسد. موج تحول و مردم افغانستان آرزو دارند که این توافق منجر به قطع جنگ و برقراری آتش بس سرتاسری و ثبات سیاسی و منطقه‌ای گردد. این جریان باورمند است که پس از امضای توافقنامه مذاکرات بین الافغانی آغاز می شود، اما می خواهد که افغان ها کشمکش های سیاسی را کنار بگذارند و برای مذاکرات بین الافغانی آمادگی بگیرند. آنان بر مذاکرات بین الافغانی تاکید می کنند و می خواهند که هرچی زودتر برای مذاکرات بین الافغانی یک هیئت همشمول تعیین شود.
قصد ما این است که جمهوری اسلامی افغانستان به زودی روی یک هیئت گفتگو کننده همه شمول توافق کنند. اختلافات سیاسی که ناشی از زدوبندهای انتخاباتی هست و بود باید کنار گذاشته شود. آنان میگویند اگر امریکا و طالبان بر اکثر موارد توافقنامه صلح توافق کردند، اما آتش بس و کاهش خشونت ها مسئله است که چالش بزرگ در برابر امضای توافقنامه خوانده می شود. آتش بس خواست مردم افغانستان است، اولین قدم برای اعتماد سازی است و طالبا باید حسن نیت نشان بدن. ما نمیتونیم مردم افغانستان را قناعت بدیم که سربازان ما مردم ملکی همه روزه کشته شوند و ما گفتگوهای صلح را پیش ببریم. جریان موج تحول سیاسی افغانستان در حال با امضای توافقنامه صلح امیدواری آتش بس سرتاسری دارد که زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در دوحه با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار نموده و روی برخی موارد مهم بحث و گفتگو کرده است. دو هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت‌های فراه و پکتیا سقوط کرده است. وزارت دفاع ملی میگوید که پیش از چاشت روز دوشنبه هلیکوپتر MC-5 اردوی ملی که از مرکز ولایت فراه به سوی ولسوالی پرچمن در حال پرواز بود به دلیل مشکلات تکنیکی سقوط کرده است. مقام ها میگویند که در این رویداد دو پیلوت کشته شدند. از سوی هم بر اساس گزارش ها یک هلیکوپتر دیگر اردوی ملی در گردیز مرکز ولایت پکتیا نیز سقوط کرده است. اما وزارت دفاع ملی میگوید که هلیکوپتر MI-17 آنان در ولایت پکتیا نشسته اضطراری کرده و در نتیجه آن به کسی آسیب نرسیده است. فعالان مدنی میگویند که پیش از تامین صلح باید آتش بس برقرار شود. اعضای جامعه مدنی هنگام یک نشست مشورتی گفتند که افغانها خواستار صلح دائمی اند، اما تاکید میکنند که پیش از تامین صلح با آتش بس نیاز جدی است. آنان همچنان پیشنهاد کردند که برای تامین صلح باید یک انستیتیوت تحقیقاتی ایجاد شود. همزمان با افزایش امیدواری ها برای امضای توافقنامه صلح، اعضای نهادهای مدنی افغانستان بر آتش بس تاکید می کنند. اعضای جامعه مدنی تا سخنرانیشان به نشستی که از سوی وزارت دولت در امور صلح برگزار شده بود گفتند، صلح نیاز مبرم مردم افغانستان است و تاکید می کنند که قبل از تامین صلح باید آتش بس برقرار شود. آنان برای تامین صلح پیشنهاد ایجاد یک انستیتوت تحقیقاتی صلح را نیز کردند. بنیانگذار و تأسیسگذار صلحی باشیم که او صلح سرتاسری پایدار دوامدار و عدالت محور باشد. در عین حال وزارت صلح میگوید این وزارت برای تامین صلح اولویت ها و نگرانی های طرف های درگیر را مشخص میکند و سپس راه حل آن را جستجو میکنند. شناسایی اولویت ها و نگرانی های مشترک بین دولت و طالبان و ایجاد راهبردها برای حل آن، تدوین راهکارهای بدیل مذاکره با مسائلی که به بنبست رسیده است، تأمین انکشاف و تحکیم روابط با عناصر طرفدار صلح در صفوف طالبان. اعضای جامعه مدنی پیش از آغاز مذاکرات صلح در حال خواهان آتش بس اند که اکنون مذاکرات مستقیم میان هیئت طالبان و هیئت امریکا بر سر امضای توافقنامه صلح در قطر ادامه دارد. خبرهای جهان تا لحظات دیگر. با چند خبر از جهان خوش آمدید. ایران برای انتقام گیری کشته شدن قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس این کشور از سوی امریکا، پایگاه های ایالات متحده را در عراق هدف قرار داده است. نظامیان ایرانی دو پایگاه نظامی امریکا را در عراق هدف حملات راکتی قرار داده است. مقام های ایرانی میگویند که این اقدام نخست و کوچک بود و هدف اصلی آنان این است که نیروهای آمریکایی را از منطقه خارج کنند. تا اکنون معلومات در رابطه با تلفات این حملات در دست نیست، اما منابع ایرانی ادعا کردند که 80 تن در این حملات کشته شدند. مقام های آمریکایی میگویند که سرگرم بررسی خسارات این حملاتند و بعداً موضع‌گیریشان را روشن خواهند کرد.
اقدام نخست تهران در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی قمندان قدس ایران نسوک امریکا. نیروهای سپاه پاسداران ایران صبح روز چهارشنبه دو پایگاه نظامی آمریکا را در عراق هدف حملات راکتی قرار دادند. ایران میگوید این راکت ها را دقیقاً زمان پرتاب کرده است که نیروهای آمریکایی حوالی صبح روز جمعه گذشته بر قمندان نیروهای قدس سپاه پاسداران در بغداد پایتخت عراق حمله کرد. این حملات راکتی ایران بر دو پایگاه نیروهای آمریکایی صورت گرفته است که در شهرهای اربیل و بغداد موقعیت دارد. تلفات و خسارات این حملات معلوم نیست، اما تهران ادعای کشته شدن 80 تن را کرده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران دو ساعت پس از این حمله در سخنانیش که به گونه‌ای از زنده از تلویزیون نشر می‌شد این کار را بر روی آمریکا سیلیات کرد و افزود که حضور فسادزای آمریکا در منطقه باید پایان یابد. اونجایی که در مقام مقابله مهم است این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی‌کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در صفحه توییترش نوشته است همه چیز با این حملات راکتی به پایان نمی رسد، بلکه هدف نهایی خروج نیروهای آمریکایی از منطقه است. سردار سلیمانی قهرمانانه با تروریسم و افراطی‌گری در منطقه و جهان جنگید. اگر مبارزات او با تروریسم نبود، امروز پایتخت‌های اروپا با خطرهای بسیار مواجه می بود. شما دست این مبارز قهرمان را از بدن جدا کردید. ما پای شما را از منطقه قطع خواهیم کرد و آن روز پاسخ نهایی ما خواهد بود. واشنگتن پذیرفته است که بر دو پایگاه نظامیش در عراق حملات راکتی بالستیک صورت گرفته است. ترامپ در صفحه توییترش نوشته است که همه چیز درست است و آنان مصروف ارزیابی خسارات این حمله‌اند. همه چیز درست است. از سوی ایران دو راکت بر پایگاه‌های نظامی در عراق اصابت کرده است. ارزیابی‌ها در مورد تلفات و خسارات وارد شده ادامه دارد. تا اکنون وضعیت خوب است. ما با سطح جهان نیروهای نیرومند و مجهز نظامی داریم. فردا بیانیه می‌دهم. پس از این حمله نشست حاجل امنیت ملی در قصر سفید برگزار شد. علاوه بر مقام های دیگر نظامی، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز در آن حضور داشتند. رسانه ها از قول برخی منابع آمریکایی نوشتند که حملات راکتی ایران بر نیروهای آمریکایی تلفات وارد نکرده است، زیرا آنان قبل از حمله به جاهای مسون انتقال شده بودند. تا کنون روشن نیست که آمریکا به این حملات ایران چگونه پاسخ خواهد داد. نانسی پلوسی رئیس مشاورگی آمریکا گفته است وضعیت را نظارت می‌کند و نخست باید مسئولیت سربازان آمریکایی تضمین شود. اظهارات وی به دلیل مهم است که مقام‌های ایرانی میگویند اگر آمریکا بالای آنان حمله بالمثل کند، پایگاه‌های دیگر آمریکایی در منطقه نیز مسئول مانده نمی‌تواند. در همین حال یک طیاره بوئینگ 737 مسافر برای شرکت هوایی بین المللی اوکراین در ایران سقوط کرده است که در نتیجه آن 180 تن کشته شدند. این طیاره که از میدان هوایی امام خمینی به سوی کیف در حال پرواز بود، چند لحظه پس از پرواز سقوط کرد. بر اساس گزارش ها در میان مسافران این طیاره 147 تن ایرانی، 11 اوکراینی، 10 افغان، 4 سویدنی و 2 تن اتباعی کانادایی شامل بودند. منابع ایرانی علت سقوط این طیاره را مشکلات تکنیکی خواندند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر از پیش نا اعلام شده به سوریه و ترکیه رفته است. وی در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه و در انقره با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کرده است. کاخ کرملین میگوید که پوتین در دیدار با این دو رهبر در مورد تنش‌های با وجود آمده میان آمریکا و ایران صحبت کرده است. روسیه در کنار ایران از حمایت کنندگان مهم بشار اسد به شمار می رود. در همین حال پوتین پروژه مشترک پایپلاین گاز را در ترکیه افتتاح می کند. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم گردید. تا ساعت خبری دیگر خدا نگهدار.